منو بردم پیش یه ماموری به اسم مامور تجسس بود که لباس فرمم تنش نبود، و این مامور تجسس به من و اون همراه اون بازداشتی دیگه دستبند زد و گفت باید بشینید رو زمین. بعد هی با لگد میزد تو پای من که بگو دیشب چیکار میکردی تو خیابون. خب منم هیچ کاری نمیکردم و چیزی واقعا نداشتم بگم. کاری که داشتم میکردم و تکرار بکنم که از خونه دایمینا داشتم میرفتم خونه خودمون. خلاصه دستبند به دست همونجوری ما رو بردن آگاهی. اونجا رفتیم توی اتاقی که احتمالا نمیدونم اسمش، شاید بکنم اتاق شکنجه چنین چیزی بود، چون کاری که اونجا میکردن فقط این بود که میزدن. هر کی میرفت اونجا دوتا مأمور بودن که کتک میزدنشون. من رو کمتر، ولی اون کسی پسری که همراه بوده خیلی شدید و به شکل عجیب و غریب شروع کردن شکنجه کردن و زدن. منم هم چند تا لگد به هم زدن و چند تا سیلی زدن تو صورتم. بعد و هی میپرسید که نصف شب چیکار میکردی تو خیابون. بعد از گذشت 10 سال هنوز تو کابوس و حالت شوکه‌ای هستم که در بازداشتگاه های ایران رژیم آخوندی به سر بردم. با همون ظرف یا کاسه‌ای که برای من حالا یه خوراکی می آوردن، اونم یه خوراکی بدبو بد، با همون کاسه به من میگفتن وقتی که میخواستم برم دستشویی میگفتن تو همون کاسه کارتو انجام بده، تو همون کاسه هم برای من خوراکی میآوردن. گاهن مجبور میگم نمیخوردم، یعنی 2 روز 3 روز 4 روز. گاهی وقتا مجبور بودم با هر طریقی که شده از همون خوراکی میل کنم. حالا بماند اون اذیت و آزارهایی که ما را کتککاری میکردن، ما را میزدن به فظیع ترین شیوه. خیابان سعادت آباد شاهد این بودم که چند پلیس دنبال یک پسر جوانی میگشتن و وقتی که اون رو گرفتن توی ماشین به شدت اون رو کتک زدن. از جمله یکی از این پلیس ها بر اثر شدت خشم به اینها نزدیک بود سکته بکنه و من بهشون گفتم آقا دست کم به خودت رحم کن، چه نیازی هست که اینقدر بزنیدش؟ و این پلیس گفت که شما نمیدونی این چقدر ما رو دنبال خودش دوونده، یعنی به خاطر اینکه دنبالش دویده بودن به اصطلاح این رو کتک زدن. خیلی از اعضای پلیس آموزش کافی برای اینکه خشم خودشون رو کنترل بکنن و یا تشخیص بدن که این یک دعوای شخصی بین اونها و یک مجرم نیست، اونها مأمور اجرای قانون هستن و بایستی مجرم رو دستگیر بکنن. اما یک نکته دیگه هم متاسفانه وجود داره و اون این که مردم نسبت به مجرمین غیر سیاسی چندان احساس همدردی و همدلی نمی کنن. وقتی یک مجرمی سابقه دار هست یا شرارت کرده یا درگیری کرده یا مواد مخدر جابجا کرده دستگیر میشه، دیگه گویا اون حقوقی نداره و براش حقوقی متصور نیست.